أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الذبيحة المقدار المتعارف من الدم خرج منها وقت الذابح، ذبح الخروف مثلا، ما كان رأس الخروف في مكان شوية مرتفع بحيث كل الدم ما يخرج، إما كان مساوي أو كان قسمه الرأس والنحر كان شوية منازل بحيث الدم المتعارف من الخروف طلع، بعدين الدم اللي في داخل وبعدين غسلوا العنق وقطعوا الدم اللي في داخل الجسم سواء في الكبدة أو غير الكبدة أي مكان، هذا الدم طاهر ويجوز شربه مع اللحم، مو أنه إذا أفرض فدي استكان دم فدي مكان كان واحد خالي يشربه، لا، أما هم طاهر هم مو لازم يوخر الدم ويأكله، وأما أكل ني مكروه شرعا أما ما يخالف. شنو خدام ما يخالف، لا أكل الني سواء لحم أو كبدة أو أي شيء مكروه شرعا. شرب الدم إيه، أما هذا الدم هذا المختلط باللحم الباقي في جوف الذبيحة ما يخالف. قلت لا، إذا مثل فد قلت إذا فد استكان دم لا ما يجوز شربه، لا المقدار اللي الأجزاء اللحم متلطخ بالدم ما يخالف. نعم باكش نمشي فقط خونه نجس تشيزة نجسة عمدن یه جوری گذاشته بودن که سر گوسفند رو به بالایی بود، وقت خون مقدار متعارف بیرون نیامد، وقت این خون داخل نجسه. اشکال داره یعنی چی؟ یعنی حرام میشه؟ خونه نجس و حرامه اما گوشتش باکیش نمیشه. بله عرض کردم. يعني الباقي الدم المتخلف يعني الباقي في داخل جسم الذبيحة. بفرما لا بلاي تشي نه دنبه که داخل ذبیحه نی بیرون ذبیحه است، نه خونش نجسه، المتخلفی متخلف نیست. بله بعد از
فعلية اليقين والشك الشرط در صحة اصحابه وقتی که این وضو داشت بعد مثلا خوابش برد وضوش باطل شد حالا قبل از که نماز بخوده تو مسئله است یه مسئله قبلی که الله اکبر نماز رو بگه یا در اثناء نماز شک کرد که آیا بعد از این که از خواب پا شد و وضوش باطل شد وضو گرفت یا نه این استصحاب حدث میشه چون فعلیت الیقین و شک هست چه قبل از که نماز شروع کنه شک کرد که از خواب که پا شده وضو گرفته دوباره یا نه چه در اثناء نماز ولو قبل از سلام آخر تشهد آخر قبل سلام اما اگر نه سلام نماز داد بعد شک کرد که آیا از خواب که پا شد وضو گرفت و نمازش صحیحه یا وضو نگرفته و نمازش باطله اینجا نمازش صحیحه و وضو نمیخواد این اسمش قاعده فراغه کل ما شکت فیه مما قد مضا و امضیه کما هو خب استصحاب چی میشه؟ چون این یقین داشت که از خواب که پا شد وضو نداره شک میکنه که وضو گرفته بعد از خواب یا نه این یقین و شک در وقت نماز فعلیت نداشته پس استصحاب جاری نی اصلا نه نه لا تنقض اليقين الفعلي بالشك الفعلي ظاهر تمام الفاظ فعليته يكشم يقين الشك وقت انجا يقين الشك چون فعلي نيس لهذا استصحاب مثلا جاري نيس چرا نه آخه این عدم جعله چیه؟ عدم جعله نعتیه یا عدم جعله ازلیه؟ عدم جعله ازلی عرفی نیست لهذا جاری نیست الفاظ منصرف به مصادیق عرفیه است ببخش بله در دو صورت بله میتونید معامله طهارت کنید یکی اگر از دست یه مسلمون گرفتید این گوشت را دو اگه تو بازار مسلمونا گوشت رو گرفتید اما نمیدونید این که داره گوشت میفروشه مسلمونه یا غیر مسلمونه تو بازار مسلمونا این دو صورت این گوشت طاهر و حلاله اما اگر تو کوچه‌ای توی خیابونی تو صحرای کشور اسلامی یه تیکه گوشت دیدید یه روایت داره بعضی هم بهش عمل کردن عرض کردم که مرحوم اخوی رضوان الله علیه گاهی شفاهن میفرمودن اما مشهور عمل نکردن به این روایت یعنی سوق مسلمین ید مسلم این دوتا اماره است اما ارض اسلام نه اماره بر حلیت گوشت نیست هم روایت سفره است روایت هم روایت سفره است نعم تفضل ای قطع سريع القطع قطع يعني قطع القطع إلى حجة إلا إذا يعلم أنه قطع لا يحصل له القطع يزول القطع أما إذا مو منتبه إلى أنه قطع ليش محجة هذا الشيخ الأنصاري عنده في أول الرسائل بل
این فرمایش که شما می‌فرمایید قبل شما به 400 سال بیشتر کمتر مرحوم شهید ثانی اینو فرموده تو شرح لمعه یک کلمه فرموده للاصل فیهما، یعنی اصالت الحرمت فی اللحم و اصالت الطهاره. اما غالبا فقها نپذیرفتن این را. بعضی از کسایی فقهایی که انا عاصرتهم اونا هم همین را فرمودن، اما گفتن ظاهر ادله اینه وقتی که شما اصل عدم تزکیه را جاری کردید و به خاطر اصل عدم تزکیه گفتید این گوشت حروم خوردنش، این لازمه شرعیش نه لازمه عقلی و عادیش، لازمه شرعیش نجاسته. چون اگه حروم باشه ولو به اصل عملی پس نجسه، وقت نمیشه گفت اینجا اصل طهاره جاری میشه، چون این در مرحله سبب، اصل طهاره میشه در مرحله مسبب. این را شهید فرموده و بعد ایشون غالبا فقها نپذیرفتن از ایشون. یک کلمه فرموده للاصل فیهما تو شرح لمعه. بله 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 این محل خلاف توی عروه داره این مسئله، و بعضی گفتن که نه عادلیم خواست، شاید یعنی الان به ذهنم میاد که اینجور باشه، اما بعضی گفتن نه باید دوباره وضو بگیره، باید وضو بگیره و نماز بخونه. همین میگن اصرار، اصرار اگه کشف خلاف شد وقتی اصرار اسمش نی. شما میفرمایید بعد که این کشفه که قبل آخر وقت آب گیرش اومده، محل خلافه از نظر علمی، محل خلافه بین فقها هست. حجت نیست، نه اگه ملتوی نیست حجت نیست. همین عرض می کنم مرحوم شیخ فرموده قطع قطع حجته. قبل از شیخ مرحوم کاشف الغطای کبیر فرموده قطع قطع حجت نیست، و گفتن مقصود ایشون قطاعیه که متوجه به اینکه قطاعه. اگه ملتفت بود که این قطعش غیر متعارفه و قطعه از بین میره، یعنی نمیمونه بر قطع. اگه مد بر قطع بله باید حجت باشه دیگه. اگه ملتفت شد که این قطعه یعنی از من غیر سبب متعارف قطع پیدا میکنه، وقت دیگه قطعه یذوب آب میشه. اگر نه فرمایش مرحوم کاشف القصا که قطع قطع حجت نیست به نحو مطلق روشن نیست. صلوات الله علیه. لأنه بالنتيجة حصل لهم القطع بذلك من القرائن المختلفة. لا لا، من ادعى المشاهدة معنى، من ادعى الرؤية بمعنى الوكالة الخاصة النيابة الخاصة، يعني هذا وين هذا الكلام جاء من مولانا صلوات الله عليه، النائب الأول، النائب محمد الثاني، الثالث، الرابع،
كل واحد من النواب من كان يريد يموت تأتيه رسالة من الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف أنه أنت راح تموت، وقول للشيعة يراجعون بعدك فلان. والثاني من راد يموت هم جت رسالة لا تموت أنت، خلي الشيعة يراجعون حسين بن روح النائب الثالث. حسين بن روح من راد يموت جت رسالة أنت راح تموت، فأخبر الشيعة بأنه يراجعون السمري هو النائب الرابع. من السمري راد يموت جت رسالة أنه أنت راح تموت ولا تعين بعد أحد من بعدك، يعني بعد ماكو نيابة خاصة، الغيبة الصغرى انتهت، غيبة الكبرى راح تصير، ألا فمن ادعى الرؤية فكذبوه. هذه قرينة على أنه رؤية بمعنى النيابة الخاصة، مو رؤية هالشكل. هاي صورة كانت كذا وسبعين سنة، هاي كبرى الآن أكثر من ألف سنة. سلام عليكم. خيلي ممنون. بله حتما حتما حتما، روي حادث نروي حس، يعني ما هي الروايات معتبرين نادرين بإنجهات، أما حتما حضرة بقية الله عجل الله فرجه الشريف كاري نمي كنان كم صداق ليس من نية في جدش بزرق ورش باشان، يعني إي يقينية، أما إي يقين سببش حادثة نحسه، وخي يقين حجته حتى أقعس حادث باشه. بعد نمیدونیم نه همیشه نمیدونیم، هرچی که نفر بودن نمیدونیم. بله حالا کلون همینی که علامه مجلسی رضوان الله علیه، بله على كل الناس عرض كذا من نقل حسي معتبرني، أما النظر حادث يقينية كحضرات عجل الله فرجه دارنيك زيارتي هي دعائية مسكتوش كلمية ذرية يا أولاد هاس نسبة بحضرات كي قالت شؤون دعاء مزيارة الدعاء يا زيارات خد أونم النظر حسي بحث داره، اما از نظر حدسی ظاهرا اشکالی نداره. بله درست، خب عیبی نداره. نه میگم حجت نیست، اما عرض بنده اینه که خلاصه خود من در مرحله خودم قطع به این حدس دارم، یعنی از روی این حدس قطع دارم. مثل این میمونه فرض کنید کسی بیاد تو شهر ببینه زمین ها خیسه، روی قرائن یقین میکنه حدسن که بارون اومده، خوی حدسش برای خودش که یقین میکنه، این یقین حجته از هر سببی باشه. حالا ممکنه کسی بگه شاید آبپاشی کردن شهر رو مثلا، خب اونی که این حدس زده و یقین کرده برای اون حجته دیگه. هیچ نه نه، وقت اون میشه نمیدونم اون که حد نزده. بله در روایت که هست 313 تا تو روایت وارد شده. نمیدونیم آخه، نه شرایط اون 313 نفر چی باشن
آخه من خودم نمیدونم، اما یه جایی دیدم نوشته بود که بله، فقط مصدرش منبعش یادم نیست. نه، شب نیمه شعبان این بعد از شب قدر، یعنی مرتبهش مرتبه بعد شب قدره، اینجور من تو ذهنمه. بله 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 درسته. وقت چیه سوال؟ نه این دلیل نمیشه، چون ببینید گفت ابن مالک واسمن اتا و کنیتن و لقبا، یکی از مستحبات اینه که وقتی که بچه تو شکم مادرشه هنوز به دنیا نیومده، مستحب شرعن براش سه چیز بگن، یک اسم براش بذارن، یک کنیه براش بذارن، یه لقب. وقت این کنیه همون ابن، وقت این ائمه علیهم السلام کنیه های متعدد داشتن، وقت فرزند به اسم اون کنیه، اینجور نبوده که الا فرزند داشته باشن به اسم اون کنیه. بله، خلاصه این ابا صالح را علامه مجلسی تو ذهنم رضوان الله علیه یه جایی بحار نقل فرموده که الان تو ذهنم نیست تفصیلش، که چیه جهت اینکه به حضرت ابا صالح کنیه گذاشتن. خلاصه این معناش این نیست که صالح پسرش باشه، پسرشون، تا اینکه بگن ابا صالح، این کنیه است. بله 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 خب خانم شعبان از قبل که حضرت به دنیا بیان، یکی از شرفهای نیمه شعبان اینه که حضرت در شب اون شب، یعنی نزدیک فجر سحر به دنیا آمدن. اگر نه شب نیمه شعبان و روز نیمه شعبان از قبل ولادت حضرت بوده. بله بله بله، این روایت داره به حضرت رضا علیه السلام. همینجا چند روز قبلا من عرض کردم، یک کسی به حضرت رضا صلوات الله علیه عرض کرد ممکنه علامات نشه و حضرت ظهور کنن؟ حضرت رضا فرمودن بله. گفت ممکن است حضرت ظهور نکنن؟ حضرت رضا فرمودن نه. به حضرت رضا علیه السلام عرض کرد چیه فرقش؟ فرمودن علامات وعیده و ظهور حضرت وعده، خیر، وعده به خیره. علامات همش مشکلاته و خدای عز و جل خلف وعد نمی کنه، اما خلف وعید اگه بکنه این فضل خداست. همونه، اینم جزشه. دو تا چیز از ساعه، یعنی قیامت، اما از بعضی روایات استفاده میشه از ساعه یعنی ظهور حضرت، یعنی دو تا ساعت هست. وقت از قرائن پیدا میشه که اشراط کدوم ساعته، یکی قیامت یا ظهور حضرت. حدث؟ لا 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 لا، الحدث والحس قد يكون سببا للعلم، كل واحد منهما قد يكون سببا للظن، قد يكون سببا للشك، قد يكون سببا للوهم.
وهم مقابل الظن. يعني الإنسان من الحدس يعلم أحياناً، أحياناً يظن، أحياناً يشك، أحياناً يتوهم. ما يقولون بالعراقي يقولون متوهم. متوهم يعني شنو؟ يعني هذا أقل من 50% الاحتمال. بفرمك. بله. خدای عز و جل نیمه شعبان را یک زمان شریف قرار داده. شاید یکی از اسبابش، شاید یکی از اسباب مهمش اینه چون در نیمه شعبان بنا بوده ظهور حضرت بشه، مثل روز عاشورا که عاشورا قبل از ولادت امام حسین بوده. اما چرا؟ به خاطر اینکه یه روزی امام حسین علیه السلام برست در همچی روزی شهید بشن. بله بله، لهذا روایت، بله تو روایت، تو روایات ائمه قبل هست، حضرت صادق علیه السلام، بعضی دیگه که شب نیمه شعبان فلان چیزو بخون که حضرت هنوز ظهور نکرده بوده، میگم ولادت نشده بوده. خودش تو شب قدر تو ذهنم، اما ولی امشب الان یادم نیست. ببینید تو این کتابا من ندیدم. نه ای الروايات مختلفة والفتاوى مختلفة. إذا اضطر إلى الحرام يعني أكل الحرام بحيث إذا ما يأكل يموت، يجوز لا يأكل ويموت؟ يا لا لا هذا ما يجوز. أما إذا مو ما يأكل يموت، ما يأكل يتمرر. في بعض الروايات أكو ما جعل الله في الحرام شفاء، في بعض الروايات أكو إذا افطر وما أكل ومات دخل النار. محل خلاف، الظاهر أنه فرق ماكو في الاضطرار، أنه يكون هذا حرام، لحم حرام يكون أو بوق يكون أو أي شيء يكون. رفع ما اضطروا إليه يشمل الكل، ليش لا؟ ليش لا؟ والرواية اللي تقول ما جعل الله في الحرام شفاء هم سند معتبر بظاهري ببالي أنهما إليهم منصرف عن مورد الافطرار. بل نعم نعم، اهلا وسهلا. نعم اي سلام الله. اي اما مسألة دعاء الفرج لا نقاش في التسمية، معروف بين العلماء أنه أدنى ملابسة
في التسمية صحيح ما يخالف، بس سمي هذا الدعاء بهذا الدعاء شكوا فيه، تسمية لا بأس به. وأما قول الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام لو ما كان عندنا هذا القول لا صمكوا هذا الشيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على المعصومين الآخرين، أمير المؤمنين حج على المعصومين اللي بعده، فاطمة الزهراء هم حج على المعصومين اللي بعده. حتى لو ما عندنا نحن حجة الله وأمنا فاطمة حجة علينا، فاطمة الزهراء سلام الله عليها لأنها أفضل من كل أولادها الأحد عشر، فتكون حجة معصومة تكون حجة عليها ما يخالف. هو هذا المعنى الظاهر منه بعد الظواهر حجة، هذا المعنى الظاهر. أي على كل شكوا في مقام التواضع ما يخالف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا.